Falando, sayesinde hoşuma dönmek diğer açılan sınıfı Windows kanalı YouTube Rıza Nokta Mehrzat yottanlara ki kanala subscribe kunin ve alamet zangulara güzine ala intihap kunin ve hamçunan videoha ra share kunin bu dostaytan az tarih safahat mecazi ta ona ham az iyi fırsat istifade kunin ve kanala subscribe kunin şamil kanal şavan meyim. درس خودان ادامه میتیم به ادامه درس های قبلی ویندوز استارت و وردپد. البته درس ما شما سر برنامه وردپد بود که وردپد در جلسه قبلی خود تابی همه قسمت فونت مکمل تشریح کرده بودیم و میایم از پاراگراف درس خودان ادامه میتیم. در پاراگراف موضوعاتی که ما داریم گزینه در اینجا است الان تکست لفت به همی شکل سنتر و گزینه الان تکست رایت. فعلا زمانی که ما تکست نوشته میکنیم ببینید تکست ها یا خط های ما به شکل چنده میشه از طرف چپ به طرف راست، یعنی گزینه لفت انتخاب است الان تکست لفت خط ها یا تکست ها چپ چین است فعلا از طرف چپ به طرف راست میره و زمانی که ما انگلیسی تایپ میکنیم باید این گزینه فعال باشه، ولی اگر ما فارسی تایپ کردیم گزینه الاین تکست رایت باید انتخاب کنیم. ببینین الاین تکست رایت ما انتخاب میکنم آلی، اگر ما فارسی تایپ کنم به این شکل خط های ما از طرف راست به طرف چپ چینده میشه، یعنی زمانی که ما خط فارسی نوشته میکنیم باید گزینه الاین تکست رایت انتخاب کنیم و زمانی که انگلیسی تایپ میکنیم الاین تکست لفت. و اگر گاهی اوقات در وسط خواستیم نوشته کنیم مخصوص عنوان ها یا بعضی موضوعات ما میخواییم در وسط ورق ما نوشته شود، در صورت گزینه سنتر انتخاب میکنیم. فرض مثال عنوان ما میتیم برای زنیمی موضوع خودم، فرض مثال میگیم کابل، اینی عنوانی از امی موضوعات ما باشه. این حال ما میخواییم عنوان در وسط به در صورت گزینه سنتر کلک میکنیم به این شکل و شارکت های شنان در اینجا هست الان تکست لفت شارکش کنترل پلس ایل هست، سنتر کنترل پلس ای و الان تکست رایت هم کنترل پلس آر. موضوع دیگه داریم برنامه جستیفای. جستیفای منظم می سازه پاراگراف ما را. موضوعاتی که ما در اینجا داریم مثلا انوان در اینجا دیزاین اینوان یا خود تکست اینوان قسمی نوشته شده که در وسط ورق باید باشه، به می شکل دو خط دیگه یا دو تکست دیگه ما گزینه لفت سرش تطبیق است و دو خط پایانی ما از طرف راست به طرف چپ چنده شده. اگر ما بخوایم کل از یا اینال یک نوع دیزاین در خود بگیره یا از طرف راست به چپ یا از طرف چپ به راست همگیشان چنده شود، در صورت گزینه جستیفای کلیک میکنیم، اما قبل از او کنترل ای را میزنیم تا سلکت آل شود، تمامی تکس های ما انتخاب شود و جستیفای کلیک میکنیم. یک موضوع رو باید داشته باشین که جستیفای فقط برای تکس های انگلیسی خوب است، به خاطر که تمامی تکس های ما را چپچین میسازه، چی فارسی باشه چی انگلیسی، یا هم تکس های ما از طرف راست به چپ چنده باشه یا در وسط، همه گی از اینا را زمانی که ما جستیفای میکنیم به این شکل از طرف چپ به طرف راست میچینه، منظم میسازه و کلشان همون نویت تکس انگلیسی را سرشان تطبیق میکنه از طرف چپ به طرف راست. موضوع دیگه داریم بنام پاراگراف. زمانی که ما پاراگراف را کلک کنیم در اینجا چند موضوع ما داریم، left, right, first line. هدف از اینا چی است؟ left یعنی اینی آشیه طرف چپ و right یعنی آشیه طرف راست. اگر ما بخواییم یا آشیه ها را کم زیاد کنیم میتونیم از اینجا درجات شانا یک درجه مشخص برش نوشته کنیم، فعلا صفر از کل از اینا و همگیشان مکمل به معالت عادی است، کدام تغییرات خاص برشان نامده و آشیه طرف چپ و راست کاملا یک سایز داده خود گرفته. همچنان فرست لاین یعنی اولین لاین هر پاراگراف ما هم با متواقی لاین های دیگه پاراگراف ما هیچ کدام فرقی نداره، ولی اگر ما بخواهیم تغییرات بیایه مثلا آشیه طرف چپ ما میخواهیم دو اینچ زیاد شود، انتر. حالا ببینین آشیه طرف چپ دو اینچ اضافه تر شد نسبت به آشیه طرف راست، یا هم از امو حالت عادی خود دو اینچ فاصله زیاد شد. و این شکل بازم اگر سر پاراگراف کلک کنیم پس دوباره لفت صفر بسازیم، انتر کلک کنیم پس به حالت عادی خود برگشت. در این شکل موضوعات دیگه میتونیم طرف راست هم آشیه زیاد بسازیم. فرست لاین، ما فرست لاین هم میخواییم یک اینچ فاصله داشته باشه. حالا ببینین اینی
باراجراف اولی ما یا عنوان خود از یک موضوع است، فقط یک خط است، ایره یک اینچ فاصله داده، و پاراگراف دومی ما دو لاین است. ببینید لاین اولش از لاین پایانی یک اینچ فاصله داده، به همین شکل پاراگراف موضوع پایانی ما هم دو لاین است که را هم لاین اولیش از لاین دومی یک اینچ فاصله داده. یعنی زمانی که سر پاراگراف ما کلیک بکنیم، از اینجا فرست لاین هر اندازه که یک عدد نوشته کنیم، دقیقا به امو اندازه در اینجا اولین لاین هر پاراگراف ما رو فاصله میده نسبت به دیگه لاین های اون پاراگراف. پاراگراف خودش چی است دوستا؟ پاراگراف یک موضوع است. ببینین در برنامه های کمپیوتری زمانی که ما انتر کلیک میکنیم یک موضوع حساب میشه. مثلا اگر ما در اینجا تایپ کرده بودم ایده ادامه از این پاراگراف بالا تایپ میشه به شکل. فرض مثال یک موضوع ما در اینجا خلاص شد، در اینجا ما فول استاپ یا نقطه تایپ میکنم، انتر کلیک میکنم تا موضوع بعدی ما سر خط شروع شد به این شکل. یعنی زمانی ما انتر کلیک میکنیم که یک موضوع ما خلاص شد، ولی اگر موضوع خلاص نشه ما مقسم تایپ کرده میرم، زمانی که لاین خلاص شد اتومات خودش به لاین دومی میایه، ضرور نیست که ما انتر کلیک کنیم. مثلا در اینجا موضوع ما خلاص میشه، نقطه میمونم، انتر کلیک میکنم، میگم موضوع بعدی ما سرخط شده شده به این شکل. یعنی هر بار که ما انتر میزنیم این برنامه های کمپیوتری او را برای ما یک پاراگراف یا یک موضوع حساب میکنه. به این خاطر و زمانی که ما بخوایم اولین لاینی هر پاراگراف ما یک مقدار فاصله داشته باشه، میتونیم از قسمت پاراگراف از قسمت فرست لاین این کار بکنیم. بعد شنم لاین سپیسینگ است. از طریق لاین سپیسینگ ما میتونیم فاصله میان لاین ها را کم یا زیاد بسازیم. کنترل ای را میزنیم سلیکت آل شوه. حالا اگر ما بخوایم ببینیم بین دو لاین فعلا فاصله کمی است، اگر بخوایم این را زیاد بسازیم در پاراگراف و در قسمت لاین سپیسینگ بیاییم، فعلا 1.15 است، میتونیم الا 2 این را بسازیم و بعد شم اوکی. فاصله میان خط ها یک مقدار زیاد شد. پس دوباره اگر بخوایم این را کم بسازیم، حالت عادیش 1.15 بود، میتونیم یک انتخاب کنیم و یک از حالت عادی هم که یک مقدار فاصله هایشان نزدیک میشه. و هم موضوع دیگه در قسمت پاراگراف داریم، add 10% space after paragraph. هدف از این چی است؟ ببینین هر موضوعی که خلاص شده یک مقدار فاصله زیادتر بین دو موضوع یا بین دو پاراگراف ما وجود داره نسبت به لاین های عادی. اگر ما این گزینه را غیر فعال کنیم و اوکی کنیم، حالا ببینین میان دو پاراگراف یا دو موضوع ما هم هیچ کدام فاصله اضافی وجود نداره، کاملا تمامی لاین های ما یک نوع فاصله را بر خود گرفته. پس دوباره اگر بیایم add 10% space after paragraph را انتخاب کنیم و اوکی کنیم، حالا ببینین فاصله میان دو پاراگراف ما دوباره زیاد شد نسبت به لاین های میان پاراگراف ها. موضوع بعدی ما در قسمت الائنمنت ما، الائنمنت ما فعلا جستیفای است، چون از اینجا ما جستیفای انتخاب کردیم، یعنی تکس های ما چه قسمی چینده شد، راست چین چپ چین، یا هم الائنمنتش جستیفای باشه، میتونن از اینجا همی کار کنیم یا هم از اینجا، فرق نداره، همون گزینه ها در اینجاست. خب و بعدشان هم موضوع دیگه در قسمت بالای پاراگراف ما داریم، لاین سپیسینگ. لاین سپیسینگ در داخل پاراگراف هم وجود داشت در قسمت و آپشن جداگانه خودش هم برام لاین سپیسینگ داره که میتونیم از اینجا فاصله میان لاین ها را کم زیاد بسازیم، یا هم همو add 10% space after paragraph، یعنی فاصله میان دو پاراگراف اگر گزینه چک باشه موجود است، اگر ایده غیر فعال کنیم اون فاصله از بین میره. موضوع دیگه داریم برنامه start a list. start a list زمانی که ما کلک کنیم هر یکی از این همی گزینه ها را، مثلا بولت ها یا نمبرینگ یا هم حروف ها را، هر کدام از اینا را زمانی که ما انتخاب کنیم در شروع هر پاراگراف ما از امین و علایم در قسمت ظاهر میشه، یعنی پاراگراف ما حساب میشه. فعلا ببینید پاراگراف A به همین شکل، پاراگراف B را نمیفهم چطور حساب نگرفته، بعد شانم D و بعد شانم E. یعنی در شروع هر پاراگراف ما یک نمبر میزنم، یا میاییم از اینی نوع علایم استفاده میکنیم، بولت ها. به این شکل حالا ببینید در شروع هر یک از پاراگراف ما یک یک بولت زده شده تا دقیقا برای ما واضح معلوم شده که پاراگراف ما از اینجا شروع شده. و این هم از موضوعات بسیار مهمی است، در اکثری از اوراق استفاده میشه از این. بعدش هم موضوع دیگه داریم increase indent و decrease indent. indent خودش یعنی آشیه طرف چپ هم میگه، در صورتی که justify یا alignment on left باشه، ولی اگر right باشه در صورت indent آشیه طرف راست میشه. در اینجا باز ما دو موضوع داریم، یکی increase indent یعنی آشیه را زیاد میسازه به این شکل هر باری که ما کلک میکنیم، و decrease indent هر باری کلک کنیم برعکس، پس دوباره آشیه را کم میسازه به این شکل.
و این کار ما میتونیم توسط این خط هایی که در بالای خط کش قرار داره هم این کار بکنیم. به این شکل آشیاره میتونیم زیاد بسازیم یا آشیاره میتونیم کم بسازیم و همچنان میتونیم بلیت ها را به این شکل جایشان تغییر بدیم، فاصله هایشان از تکس کم یا زیاد بسازیم و همچنان آشیاره طرف راست هم میتونیم زیاد یا کم بسازیم. موضوع دیگه در این قسمت نداریم. در قسمت پاراگراف بعدشان هم پیکچر داریم. توسط پیکچر اگر یک عکس ضرورت شود در روی ورق ما بیاریم، میتونیم سر پیکچر کلیک کنیم و عکس بیاریم. البته فعلا عکسی ما نخواد داشته باشیم. خوب میریم برنامه سنایپینگ تول از اینجا یک اسکرین شوت میگیریم و ای را ذخیره میکنیم در روی دسکتاپ. سیو اس. و دوباره میایم برنامه ورد پد را باز میکنیم. ما میخواهیم در اینجا یک عکس وارد کنم. سر پیکچر کلیک میکنم و عکسی که ضرورت ماست موقعش انتخاب میکنم. در کجاست؟ در روی دسکتاپ. این عکس انتخاب میکنم، اوپن میکنم. در قلم وقت در این صفحه میاد. زمانی که آمد میتونید سر عکس کلیک کنین، لفت کلیک بگیرین، از جایش ای را تغییر بدین، مثلا پایین بیارین یا بالا ببرین، یا هم در این شکل از زاویه ها میتونین طرف وسط کش کنین، عکستان خرد میشن. در صورت که لفت کلیک زیر کلکتان باید باشه و اگر از زاویه ها لفت کلیک بگیرین توسط تچ پد بیرون کش کنین، عکس کلان میشه. و همچنان از طرف راست و چپ میتونین تنها عرض عکس کلان خرد بسازین و از پایین و بالا میتونین تنها طول عکس کلان یا خرد بسازین، ولی از زاویه ها سر عمومی عکس تغییرات می به شکل. بعدش هم موضوع دیگه در قسمت پیکچر دو گزینه دیگه هم داریم. چنج پیکچر. توسط چنج پیکچر میتونیم عکس تغییر بدیم. البته توسط خود پیکچر هم میتونیم زمانی که از طریق پیکچر تغییر بدیم عکس کاملا در سایز اول خود در روی صفحه میه، ولی توسط چنج پیکچر زمانی که ما تغییر میدیم عکس دیگه ای را در جای زمی عکس بیاریم، سایز اینمی عکس بر هم نمیخوره، کاملا دینمی سایز عکس جدید در جای زمی میه. یعنی توسط پیکچر هم میتونیم تغییر بدیم و سایش بر هم میخوره. توسط چنج پیکچر میتونیم تغییر بدیم، سایش بر هم نمیخوره. چنج پیکچر را کلیک کنین، عکستان از انتخاب کنین از اینجا در هر جایی کس و مثل که بیاد از طریق پیکچر عکس آوردیم به اون شکل میتونیم بیاریم. موضوع دیگه داریم ریسایز پیکچر. قسمی که از زاویه ها میتونستیم عکس سایز بدیم، از قسمت ریسایز پیکچر هم میتونیم. میتونیم هوریزنتال یعنی عرض عکس از قسمت سایز بدیم، ورتیکال یعنی طول عکس. فعلا طول عکس 64 است، اینو میتونم 100 بگیرم و بعدش هم بگیم اوکی. فعلا طول عکس زیاد شد، عرض هم زیاد شد. چرا؟ به خاطر که در قسمت پیکچر ریسایز پیکچر گزینه ای ما داریم به نام لاک اسپکریتو. زمانی که لاک اسپکریتو فعال باشه، همزمان اگر ما بخوایم ورتیکال سایزش کم یا زیاد بسازیم، هوریزنتال هم به نوع مقدار سایز رو به خود میگیره. ولی اگر خواستیم جدا جدا یعنی هوریزنتال و ورتیکال یعنی طول و عرض جدا جدا سایز برش ما بیتیم، میتونیم لاک اسپکریتو رو غیر فعال کنیم. این حال ما میتونیم جداگانه مثلا تنها طول عکس رو بخوایم 100 شد و اوکی. به شکل فقط در عرض عکس تغییر کرد و به این شکل اگر بخوایم تمام عرض یا طول تغییر بدیم باید لاک اسپکتریتور رو غیر فعال کنیم، ولی زمانی که فعال باشه میتونیم همزمان یک از یار تغییر بدیم، دیگه شما هم اون تغییرات رو خود میگیره. موضوع دیگه در قسمت پیکچر نداریم. بعدشان هم پین دراوینگ داریم. زمانی که پین دراوینگ ما کلیک میکنیم، برنامه پینت در روی برنامه ورد پد باز میکنه. البته برنامه پینت بعد از برنامه ورد پد ما شما میخوانیم و از زمانی که خواندیم میتونید شما از اینجا هم یک رسامی را در روی برنامه ورد پد بیارین از طریق همین گزینه. یعنی زمانی که پین دراوینگ کلیک میکنید برنامه پینت باز میشه. در اینجا هر رسامی را که شما ایجاد کنید، مثلا فعلا میگیم زیاد وقت گیر نشه، یک چیز در اینجا فقط چی میکنیم ببینید. زمانی که ما برنامه پینت کلوز کنم، امو رسامی مثل یک سیگنیچر در اینجا آمد در روی برنامه ورد پد و مثل یک عکس آمده. میتونین این را هم مانند عکس کلان خرد بسازین. اگر ضرورتتان نبود میتونین زمانی که سرمی عکس کلیک باشین بک سپیس از روی کیبوردتان بزنین دلیت میشه. بعد از پین دراوینگ گزینه دیت اند تایم داریم. اگر ساعت و تاریخ را بخواین درج کنین میتونین سر دیت اند تایم کلیک کنین. دیزاین های مختلف در اینجا موجود است، هر دیزاینی که ضرورتتان بود انتخاب کنین، اوکی کنین، دقیقا به اون دیزاین در روی صفحه اسکرین برنامه ورد پد میاد.
بعد شما انزرت آبجکت داریم، توسط انزرت آبجکت میتونیم بعضی آیکن ها یا بعضی موضوعات از برنامه های دیگه که در کمپیوتر ما نصب باشد در روی برنامه وردپد بیاریم. مثلا برنامه وردپد جدول نداره، ما میخواییم جدول در اینجا بیارم لیست بعضی از شاگردها در دوز درج باشه. سر انزرت آبجکت کلیک میکنم، در اینجا برنامه که در کمپیوتر ما نصب است میه. مثلا ما میخواییم از برنامه اکسل یک چارت بیارم، اکسل ورکشیت انتخاب میکنم، اوکی میکنم، برنامه اکسل در روی برنامه وردپد باز شد. میایم میگم که یک جدول در اینجا درج شوه، بینی اندازه و چی چیزایی در اینجا باشه. میایم میگم نام درج شوه، بعد از نام کلاس، بعد شانم تایم. خب میایم میگم مثلا احمد به میشکل علی نوید امید و زهرا در کدام صنف هستن؟ میگیم صنف وورد، ویندوز، فوتوشاپ، به این شکل وورد، ویندوز. تایم هایشان فرض مثال میگیم ساعت 2 PM و زمین 2 PM بابا دهی تایم ها میگیم هست. اینا رو ببینین، زمانی که ما برنامه اکسل کلوز کنم اما همون جدولش در روی برنامه وورد ماند به این شکل. این را هم میتونین مانند یک عکس کلان یا خرد بسازین به این شکل. یعنی توسط گزینه انزرت آبجکت کمبودی هایی که خود برنامه وورد پد داره شما میتونین از دیگر برنامه ها او رو بیارین. البته بعضی گزینه هایش رو میتونین بیارین، یعنی نمیتونین تمامی موضوعاتی که در دیگر برنامه هست تمامی آپشن هایی که هست رو شما در اینجا بیارین. هر قسم بس چیزهای ضروریش رو میتونین بگیرین. و بعدشان هم موضوع دیگه بعد از انزرت آبجکت داریم برنامه فایند. گزینه فایند یکی از گزینه های بسیار خوبی است. مثلا شما اگر تکس هایتان زیاد باشه، بیشتر از 10 ورق 100 ورق، بخواین یک نام درج کردین یا یک کلمه شما در اینجا درج کردین، میخواین رو پیدا کنین، سر فایند کلیک میکنین. اینجا میگیم برای ما پیدا کوچی را، فرض مثال میگیم کابل، کابل ناشته میکنیم find next. ببین چرا برای ما پیدا کرد؟ در روی خود صفحه کابل هم به این شکل. اگر بازم بگیم find next، چون دیگه کابل در جای دیگه نوشته نشده برای ما پیدا نتونست. یعنی توسط find ما میتونیم به این شکل text در چندین جای اگر تایپ شده باشه رو ما پیدا کنیم. فرض مثال من از روی از این کپی میگیرم، در چندین جای دیگه هم پیست میکنم. حالا اگر ما ببین دین قسمت قرار داریم، میایم سر find میگیم چرا پیدا که اینجا کابل تایپ است، find next میگیم کابل، یکی میگه اینجاست بازم میگیم find next، دیگه میگه دین قسمت است باز هم find next و دین اینجاست. در میسیج روی درج بود. حالا اگر ما find next کلیک کنم دیگه میگه موجود نیست. بعدشان هم replace داریم، توسط replace میتونیم ما بعضی کلمات رو تغییر بدیم. فرض مثال میگیم در جای کابل نوشته است، او رو تغییر بدی در جایش نوشته کو مزار. و بعدشان هم اگر replace بگیم فقط سر هر یکی از این همی کلمه وقتی قرار داریم اونم رو تغییر میده، دیگرهایش رو تغییر نمیده. ولی اگر replace all بگیم با یک کلیک تمامی در هر جایی که کابل نوشته بود رو تغییر داد، در جایش مذاب نوشته کرد به این شکل. ببینین بسیار کار ما را ساده می سازه و بسیار گزینه های مفیدی است. بعدشان هم سلکت آل داریم، شارکت شمو کنترل ایس، به این شکل تمام محتویات روی صفحه ما را سلکت میکنم. و موضوع دیگه در تب هوم نداریم، میایم در ویو. در ویو زومین داریم، توسط زی میتونیم صفحه را بزرگ بسازیم و زوم اوت پس میتونیم دوباره خرد بسازیم. و به این شکل گاهی اوقات اگر صفحه خیلی خرد یا بزرگ شد میتونیم 100% کلیک کنیم پس به حالت عادی برگردم. و این موضوعات در قسمت استاتس بار در پلان هم داریم، علامت منفی یعنی زوم این، علامت منفی یعنی زوم اوت و اینی خطی که در وسط قرار داره درجه، میتونیم لفت کلیک سرش بگیریم. اگر به طرف مثبت بردیم صفحه کلان میشه، طرف منفی خرد میشه. پس دوباره خواستیم در حالت عادی بر بگرده 100% کلیک میکنیم. استاتس بار خودش یعنی قسمت پنجره پایانی برنامه به نام استاتس بار نامیده میشه، چون این گزینه چک است. فعلا استاتس بار در پایان برنامه موجود است. اگر ما ایره غیر فعال کنیم، ببین استاتس بار گم شده است قسمت پایان. پس دوباره ایره چک میکنیم پیدا میشه. و
میبخشن ما اثر رولر کلیک میکنم، استاتس بار قسمت پایانی را میگه. زمانی که ما استاتس بار را غیر فعال میکنیم، ببین استاتس بار قسمت پایانی گم شد و استاتس بار را دوباره چک میکنیم، استاتس بار دوباره پیدا شد. رولر خودش خطکش قسمت بالا سیره، اگر چک کنین خود رولر در قسمت بالا است و اگر غیر فعال کنین نیست. دوباره چک میکنم رولر پیدا میشه. بعد شما هم ورد رپ داریم. در ورد رپ سه گزینه داریم: رپ تو رولر. رپ تو رولر به معنی ای که تکس های ما به اساس درجه ای که خطکش برای تکس ما انتخاب کردیم به می اساس اندازه تکس های ما تعیین شد. ولی اگر ما رپ تو ویندو بگیم، فعلا از حالتی که خود خطکش برای تکس ما درجه را انتخاب کرده بود و بر کرد و به اندازه صفحه اسکرین کمپیوتر ما، اندازه لاین های اندازه تکس های ما انتخاب شد. موضوع دیگه داریم نوراپ. نوراپ اگر انتخاب کنیم مثل صفحات وبسایت، صفحات ما یا لاین های ما طولش زیاد میشه. به این شکل میتونیم با توسط از این اسکرول بار که در پایان است به طرف راست یا چپ کش کنیم. پس دوباره رپ تو رولر رو میگیریم، به حالت عادی برمیگرده. میشرمن یونیتس داریم، یعنی واحد اندازه گیری. توسط از این ما میتونیم انتخاب کنیم که خطکش ما با کدام واحد اندازه گیری برای ما سایز تکس ها رو نشان بده. فعلا سانتی متر است، به اساس سانتی متر نشان میده. میتونیم اینچ انتخاب کنیم، به اساس این نشان بده و به همین شکل پوینت و پیکاس که خیلی سایز های خرد خردی است، البته سایز هایی است که زیادتر در کشورهای اروپایی شاید استفاده شده، در افغانستان اینجا زیاد استفاده خود نداره. و میتونیم شما سانتی متر یا از اینچ استفاده کنیم. ای بود برنامه ورد. بعد دیگه موضوعی نمونده، فقط دو گزینه در قسمت بالا. در اینجا یک ریدو داریم، یکی هم اندو. اندو شارکش کنترل زید و ریدو کنترل وای. ریدو فعلا خاموش است. اندو چیکار میکنه؟ هر باری که اندو را ما کلک میکنیم، ببین آخرین فعالیت ما را کنسل میکنه، یعنی یک استیپ بر میگرده تا به حالتی که ما نو همی سفر واس کرده بودیم و اصلا چیزی رویش نوشته نکرده بودیم. یعنی اندو هر باری که ما میکنیم به این شکل یک فعالیت ما را کنسل کرده میره. پس دوباره این حال اگر بخواییم به طرف پیش روی بریم تا آخرین فعالیت ما را، دو صورت میتونیم ریدو بگیم یا شارکت شان کنترل وای. تا آخرین فعالیتی یا آخرین کاری که روی همین صفحه ما انجام داده بودیم میتونم ما را ببرم به این شکل. خب این بود برنامه وردپد. درس ما شما تا همینجا را بس است و سوال داشتین، پیشنهاد داشتین، میتونید پایان همین ویدیو شما تایپ کنین هر موضوعی که بود، میتونید براحتی در میان بانین همراهی من و منتظر پیشنهاداتتان هستم و همچنان امیدوار هستم از این فرصت شما استفاده بسیار خوبی کنین. تا درس بعدی، خداحافظتان.